نکته که ما توی حوزه حمام ها داریم گفتم اصفهان، تو دوره ای که توی دنیا حمام به شیوه مدرن وجود نداشت، به شیوه ای که توی دوره عصر صفوی نبوده، توی اصفهان 270 تا حمام تاریخی وجود داشته که این حمام ها با ساختارهای متفاوت و با ساختار مهندسی شده ای که در اون بخش بندی هایی شکل گرفته و فرایند نظافت و استحمام مردم شهر رو در به اصطلاح به عهده گرفته ساخته شده. ما از حمام های تاریخی که توی اصفهان داریم، حمام شیخ بهایی، حمام شاه، حمام شاهزاده، حمام علی قلی آقا، حمام جارچی و حمام قاضی، حمام های مختلفی داریم که بعضا به عنوان موزه یا حالا محل های پذیرایی ازش داره استفاده میشه. حمام شیخ بهایی با توجه به اینکه در دهه های گذشته به همان کاربری حمام خودش در حال فعالیت بوده، مدتی رها شده بود که توسط میراث فرهنگی قسمت هایی از اون در اختیار گرفته شده و بازسازی ها شکل گرفته. سقف ها و پشت بام حمام به طور کامل ترمیم شده، اندوده به سقف ها که از روش سنتی که در گذشته توی حمام ها کار می شده و اون هم سبوس کشی بوده به طور کامل مرمت شده، پیوندی ها و استحکام بخش ها تو حمام انجام شده و خوشبختانه از نظر وضعیت به اصطلاح استحکامی و مقاومت بنا وضعیت مطلوبی داره. فقط فرایند تکمیل و بازسازی و احیای این حمام باقی مونده که انشالله در آینده به دست سازمان یا حالا سرمایه گذاران بخش خصوصی بتونیم انجام بدیم. ویژگی من حاصل به فرد حمام شیخ بهایی که توی اذهان عموم مردم کشور ما هم وجود داره، بحث سیستم گرمایش و سرمایش حمام و سیستم آب گرم حمام بوده که با استفاده از تکنیک بیوگاز با توجه به بررسی هایی که انجام شده و این تکنیک از طریق فاضل آب‌های مسجد جامع که در ضلع شمالی حمام قرار داشته، این گاز توسط لوله های سفالی و یا همون تنبوشه ها به داخل حمام هدایت می شده و منبع و مخزن آب گرمی که توسط یک شمع یا حالا یک شعله‌ای در زیر اون مخزن گرم می شده به واسطه این گازها همواره روشن بوده. خب یه ویژگی که داشته اون مخزن آب گرم از آلیاژ های طلا در گذشته عنوان می شده که تو اون استفاده می شده که رسانایی بالایی داشته و می تونسته با یک شعله پایین و یه حرارت کم دمای بالایی رو رسانش زیادی داشته باشه و دمای آب رو در حد دمای جوش نگه داره.